جنگ جهانی اول تموم شده بود و درد ناشی از جراحت‌های جنگ برای جان اسمیت پمبرتون قابل تحمل نبود. در نتیجه برای تسکین دردش کوکائین تو آب گازدار حل کرد و خورد. بعد مدتی متوجه شد که معتاد شده. این بار برای ترک اعتیادش از شکر به جای کوکائین استفاده کرد. ترکیب شکر و آب گازدار اونقدر خوشمزه بود که تونست اون رو به بقیه هم بفروشه. اینطوری بود که نوشابه گازدار اختراع شد. همون نوشیدنی که این روزا میگن سرطان‌زاست. بعدتر در زمان جنگ جهانی دوم آیزنهاور با یک تلگراف اعلام کرد کات ببینید ما این همه جزئیات نمیخوایم. یعنی چی؟ یعنی یه تاریخچه کلی در مورد پپسی به خاطر سالگرد تأسیسش، در مورد موفقیتاش، کوکائین و این جور چیزا، جزئیات خانم، ما جزئیات رو نمیخوایم. آها. پپسی نام یک نوشابه گازدار پرطرفداره که در کنار دیگر محصولات شرکت پپسی مثل پپسی طلایی، پپسی رژیمی، مکس و آبی که هر کدام طعم و مشخصات خاص خودشونو دارن تولید میشه. این نوشیدنی از آنزیم پپسین گرفته شده و همه روز فروشش بیشتر میشه. گویا تحولات تاریخی بر فروش این محصول محبوب هیچ تأثیری نگذاشته. مرسی مرسی، عالیه. هر خبر که این روزا تیتر یکه. آره. بریم؟ بریم. سخنرانی هفته گذشته رئیس جمهور آرژانتین در سازمان ملل در مورد مسائل خاورمیانه حواشی زیادی به دنبال داشت. او از آمریکا به خاطر ایجاد ناامنی، جنگ و آشوب در کشورهای جهان سوم انتقاد کرد. این که تیتر یک نبود، تازه خبر جالبی هم نیست. چرا؟ منظورم خبر یکم تیتر یک باشه هم مردم دوست داشته باشن. مثلا ازدواج جورج کلونی چطوره ها؟ جورج کلونی بازیگر 53 ساله هالیوود نامزد کرد. خبر نامزدی این بازیگر خوش‌چهره و جذاب به قدری مهم بود که روزنامه گاردین اون رو با خبر پاگذاشتن نیل آرمسترانگ بر کره ماه یکی دانست. نامزد او یعنی امل المودین یک وکیل 36 ساله عرب تبار است که قبلا وکالت جولین آسانج بنیانگذار سایت ویکیلیکس رو بر عهده داشت. چند بار بگم ما به جزئیات احتیاج نداریم؟ شما انگار اصول اولیه خبرنگاری هم نمی‌دونی. ببخشید خانمی که جزئیات نیست، مردم واقعا نباید بدونن که نامزد آقای جورج کلونی کیه؟ این که چی جزئیات چی جزئیات نیست به سیاست خبرگزاری ما مربوطه، نه به شما. ممنون که اومدین خانم. ببخشید خانم، واقعا از من انتظار ندارین که اینجا تبلیغ داروهای لاغریتونم بکنم. ممنون خانم، خداحافظ. داروهای لاغری محصولی که این روزا فروش بسیار زیادی داره. این داروها کمک میکنه که فرد احساس بهتری داشته باشه، اعتماد به نفسی بالاتر و ظاهری بهتر. ادمون توی خوبی؟ خوش میگذره. چه کارا میکنی؟ روزگارت خوبه؟ چطوری تو؟ ای بابا خرابم و داغونم. ببین تنها. ای بابا تو چطوری؟ حالا میبینم. باش سلام. سلام. میشه فیکسینه طراحی ازتون بکنن؟ از من؟ آره. باشه. مرسی. شما همیشه اینجا طراحی میکنی؟ معمولا. دانشجویی؟ آره. فیلم چند؟ چطوری پسر؟ چطوری؟ خوبی؟ ای بابا ما که همش تو خیابون همو میبینی. ای بابا چیه در همین؟ در همین نیستم، اتفاقا تازگی ازدواجم کردم. در همین خود نمیفهم آخه آدم ازدواج میکنه یه همچه خریتی. خریت چیه؟ پاشو یه شب بیا خونمون نظرت عوض میشه. درآمد گفت که یه جوری زندگی کن تا تموم شه دیگه. باحاله دیگه. تو زندگی میکنی که تموم شه؟ یا چه جوری زندگی میکنی که تموم شه؟ خیلی سواله. من از هر کی میپرسم نمیدونم. تو چه خبر؟ چیکارا میکنی؟ تو چرا انقدر سیگار میکشی؟ الهش کن بابا. خانومت کجاست؟ همین دورو بره. خب چرا نمیاد؟
زیاد اهل معاشرت نیست. داستان ما درست از همینجا شروع شد. سلام. اون یه زن حساس، کم حرف، غیر قابل پیشبینی و جذاب بود. رضا هم مدرسه این بود. یه آدم کتابخون که دوست داشت فیلمساز شه. ولی خاک بر سرت. مزخرف. خزعبر. ریتم دکوپاژ میزن سن میفهمی چیه؟ فیلم ساختن بلد نیستی. فیلم نساختن هم بلد نیستی. البته گفتن نداره. خود ایشون تو کار تجارت چربی گاوه. اون دوتا نقطه ضعف داشت. خیلی مهربون بود و هر شرایطی رو تحمل میکرد. موجه از توجه زیاد رضا به زنهای دیگه ناراحت بود. حتی چند باری به رضا گفت که این همه بی توجهی ناراحتش میکنه. احوال شما خوب هستید؟ ما خیلی نسبت شما ارادت داریم، خیلی هم دوستتون داریم. مرسی، شما لطف دارین، ممنونم. چیزی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ زیاد رو به راه به نظر نمی رسید. نه، اوضاع خوبه. مرسی، ممنونم. لطف دارین شما. به هر حال ارزششو نداره. بی خودی خودتون رو داغون میکنید. لیاقت شما بیشتر از این حرف هاست، نه؟ ببخشیم یه لحظه. مجده؟ مجده جون در با کن. تو که میدونی من یه تارمو تو با اینو عوض نمی کنم. من سعی میکنم فاصلم رو باش حفظ کنم، چون نمیخواستم مشکلاتش با رضا باعث نزدیکیش به من بشه. الو. الو، سلام. سلام. چطوری؟ مرسی، خوبم. امروز هستیم بیام؟ من خونه تنهام، رضا نیستش. کجاست؟ کی میاد؟ نمیدونم، نزدیک غروب میاد. باشه، پس من زودتر میام. نه، نمیخواد. الو. الو. خیلی ساله که دارم از همه جای دنیا کلکسیون اسلحه جمع میکنم. اگه دوست داشتی میتونی یکیش انتخاب کنی. من علاقه به اسلحه ندارم. فکر کنم رضا اومد. نکن. اون اصرار داشت بیشتر وقتشو با من بگذرونه. نکن، دوست ندارم. نکن دیگه. من دوست دارم. خود واسه خود. نکن دیگه. داغ میپاشمش تو صورت. آب جوشه. نکن. چه عجب شما خندیدی؟ یه چای دیگه، یکی دیگه هم بریز. خب وایسا؟ نکن. یعنی چی؟ دوست ندارم توی فاصله ازم عکس بگیری. بابا تو نمیدونی این چشاق چه قشنگی. به به آقا رضا. نگاش کن. چیه این آخه؟ چایی که میخوری؟ میخورم. تو نرفتی خونتون؟ نه بابا، کجا برم؟ تندی مزاج نامطلوب صفرای سیاه، نقص یا عفونت سلول میانی سر، تشویش ذهن، اندوه دائمی روح، اندوه تمرکز یافته، واکنشی به از دست دادن یک ابژه مورد عشق، چنگ زدن به یک چیز، واکنشی به فقدان، آمیزه دوگانه ای از عشق و نفرت، نوستالژیا و تجدید نظر، اندوه و حساسیتی که هرگز تن به زبان نمیدهد و از کلام میگریزد. بله، خورشید سیاه مخولیا. ببین، میخوای یک کتاب دیگه برات بخرم؟ چطور؟ آخر رضا میگفت فقط همین یک کتاب خوندی. خب هیچ، خودتو جمع کن دلقک. ازم خواست که بهش تیراندازی یاد بدم. میشه به منم یاد بدی؟ چرا؟ چون یاد دادنی نیست، باید حسش بکنی. خب منم حسش میکنم.
خیلی خوب آقای حساس. اول از همه باید ترکیب بندی رنگی رو یاد بگیری. اهلا سلام عزیزم. چطور؟ به این معنی سر جلسه بهت زنگ میزنم فعلا. خداحافظ. اول از همه باید ترکیب بندی چی؟ به هر حال از یه جایی به بعد گذاشتم که به هم نزدیک شه. تو شبکه بوجگاه کار میکنی؟ چطور؟ هیچی، چند سال پیش رفتم اونجا ردم کردن. آره قبولیش که آسون نیست. بی خیال، سختم نبود. خب چرا قبولت نکردم؟ چون دوست نداشتم هرچی که اونا میگن و مثل گوسفند تکرار بکنم. همینی که اینجوری شدی دیگه. چطوری؟ داغون. یه گوشه بشینی، حرف تو کتت نره، به حرف هیچ کس گوش ندی. باشه بابا، تو خوبی. من که خوبم، ولی خب تو هم جذابی. تا یه شبه که دور هم جمع شدیم. اون شب موجه با هم خیلی خوشو بش کرد و رضا از این موضوع عصبانی شد. رابین وود میگه. رابین وود؟ رابین ویلیامز؟ این بازیگره رو میگه چند وقت پیش خودکشی کرد؟ نه نه. حالا چی میگه؟ آه زیک رابین. میگه نظم یک ماهیت مادینه داره که تو باید مدام ازش تخطی کنی. چی؟ جان من یه بار دیگه بگو. میگه نظم یک ماهیت مادینه داره که تو باید مدام ازش تخطی کنی. نظم؟ آره نظم یه ماهیت مادینه داره. نظم. از اون شب بود که رضا تحت فشارش گذاشت. رضا من 2 ساله که با زنت رابطه دارم. سیگار داری؟ لعنتی میگم 2 ساله با زن رابطه دارم تو میگی سیگار داری؟ دیشب ساعت 2:30 اومده اسلحه گرفته سمت من میگه بگو غلط کردم. میگم چرا بگم غلط کردم؟ میگه زر نزن فقط بگو غلط کردم. تو چی گفتی؟ هیچ. منم بهش گفتم غلط کردم. بابا رضا این زن تو دیوونه است. اصلا طلاقش بده بره اینو. با من 20 سال رفیقتم بعد تو که نمیخوام. در داشبوردو باز کن. سیگار میخوای؟ این همون که دارم به مجده؟ بدش من. اینجا سیگار نداری یا؟ این چجوری کار میکنه؟ بالاشو باید بکشی. بگو غلط کردم. چی؟ بگو غلط کردم. شما زن و شوهر کلن خولین دیگه. روانی. فکر میکردم رضا طلاقش بده ولی نداد. شاید هیچ وقت نفهمید من با مجده رابطه داشتم. طلاقش بده. چرا طلاقم نمیدی آن؟ طلاقم بده. خودش هم میگه طلاقم بده، چرا طلاقش نمیدی؟ تو دیوونه ای نه؟ خودش رو طلاقش بده بره دیگه. به هر حال من از ایران رفتم ولی تو اون سالا هر کمکی از دستم برمیومد براشون انجام دادم. اون وقتی که مجده قرص رو ترک کرد رضام سیگار. چند سالی گذشت. شنیدم موضع خوبی نداشتن. ما 6 تا برادر بودیم. برادر اولمون تو بمباران آلمانی. برادر اولمون تو بمباران آلمانی و برادر دومون تو بمباران آمریکایی. ماریانو توسط مافیا کشته شد. توی کومه علف خشک پیداش کرد. کوچکترین برادرمونم توسط پلیس کشته شد. ولی ما دوتا هنوز زنده ایم. همه از ما متنفرن. مافیا، پلیسا، فاشیستا، سلطنت طلبا، کلیسا، دموکراتا، کمونیستا، آزادی‌خواها. همه از ما متنفرن. ولی ما میدونیم باید چیکار کنیم. باید خرخره یه همشینو بجوییم.
خرخره همشون رو بجوییم، مافیا، پلیسا، کلیسا، همه. حتی مجده سعی کرد اوضاع رو درست کنه. بزا جانم خواستم بگم که بگم هیچ چیزی بگو عزیزم بگو. شاید ممکنه فکر کنم بشه که شاید بشه میشه عزیزم میشه. بخواب. ببینین ما میتونیم، باور کنین ما میتونیم، حتی شما. بله ما، شما هم میتونین. ما میتونیم. ولی نتونست کاری برای خودشون بکنه. چند سالی گذشت، من تصمیم گرفتم بیام ایران. بایدم بیدار میشدی، رفیقت زنگ زد گفتاره میاد. خواستم بیان دنبالم، من گفتم نه، ولی بالاخره با اصرار اومدم. تو یه وقت فکر نکنی رانندمون. دوباره دوره هم جمع شدیم. مثل قدیما. نه مجد مواظب باش پره ها. رضا تو چرا این زن رو نیبری اون بر؟ بابا لعنتی بذار پیشرفت کنه، این کاراشون برای میتره کنه. کاراش؟ آره کارا. آره همین کاراش. آخه اصلا اینجا کسی میدونه هنر یعنی چی؟ بله دیگه، اینجا تجارت چربی گاب مرسومه. تجارت چربی گاب؟ بالاخره باید یه پولی در بیاری تشریف ببری اون بر. پس اون بر پر آدمایی که تو کار تجارت چربی گاون. اون شب زود رفتم هتل، چون مجده عصبی بود و نمیخواستم همه اون خاطرات دوباره برای زنده شه. تاریخ آدم بدا می‌نویسن، بدم روایت میکنن. خوبا چی؟ قرص میخورن میخوابن. خب نخوابن، خستن دیگه، باید بخوابن. رضا تو نظرت چی؟ در مورد چی؟ کلن در مورد زندگی. هیچ؟ نه جون من، مثلا بگو کی خیلی تو زندگیت ناراحت شدی؟ وقتی که تو رفتی. جدی میگه بابا، جدی بگو. جدی میگم، وقتی که رفت بدبخت شدی. اگه نظر منو میخوای بهتر خفشی. نمیشم، بدبخت شدیم دیگه. کی میگه بدبخت شدیم؟ من از بس پپسی خوردم مرض قند گرفتم، تو هم هفته یه گرم داری هروئین میزنی، بدبخت شدیم دیگه. اینا که بدبختی نیست، تازه به رفتن اون هیچ ربطی نداره. یادم رفت بگم مجده تو این یه ماه اخیر کلی پرنده کشته، اونم با اسلحه‌ای که تو بهش دادی. نه بابا، فیلمش هست. فیلماتم که ریتم نداره آقا. نباید میذاشم حرف بزنی. که تو زر بزنی؟ نمیدونم. تو میدونی؟ چیو؟ کلا همه چی. آره یعنی فکر کنم بدونم. خب بگو. آره بگو. ای آقا صدا قطع شد. یعنی چی صدا قطع شد؟ درستش کن آقا، درستش کن. آقا الان درستش میکنم دیگه، چرا عصبانی میشه؟ ولی ما میدونیم باید چی کار کنیم. آها درست شد، مرسی. درسته ردیفه؟ بله چکر. بله مرسی. باید خیلی همشون رو بجوییم رضا. رضا قرار رضا بایستم بشکن. رضا میگم بلب کن. خیلی بلب کن.
گویا بعد رفتن من اونا درگیر شده بودن. مژده رضا رو زده بود و بعدم خودکشی. کل داستان همین بود پانیز. رضا خیلی مرد مهربونی بود. چطور؟ خب همین که زنش رو طلاق نداد، اونم زنی که آخرتر زد کشتش. آره شاید. تو خیلی وقت بود میشناختیشون؟ تقریبا. منو یادت نمیاد؟ نمایشگاه مژده. تو اون روز اونجا بودی؟ آره. بیا یکم از این بخور. نه مرسی. چیا نکنه میترسی مرض غم بگیری؟ نه بابا. به هر حال از این بعد چرت سختی پیش رو داری. میتونی هر وقت که خواستی با من تماس بگیری. مطمئن باش که تنها نمیمونی. مرسی لطف داری. لطف؟ Flames.